آمد. سالها بود یه همچی بویی من به مشامم نخورده بود علی جان. سالها بود که احساس میکردم دلم گرفته، عید شده ولی بوی عید نمیاد، ولی امسال بوی عید رو استشمام کردم. میخوام از همینجا قبل از اینکه درود بگم، بگم علی مرشدی بیننده عزیز، عیدتون مبارک باشه عزیزان دل. بعد بگم درودها، درود به بینندگان جان، عید همگی بود مبارک، در سایه ایزد تبارک. به به، خیلی هم عالی. چرا ما حاجی فیروز نداریم الان اینجا؟ نداری؟ چرا مبارک نداریم اینجا؟ این چیه اینجا جلو؟ الان عینک زدی سوادت رفته بالا، میخوای الان من الان با این عینک و با این یال و کوپال نمیتونم حاجی فیروز بشم. نه دیگه، اصلا به هیچ عنوان. اگه عینک رو نمیزدی شاید الان یه کوچولو میتونستی یه ذره عده یه حاجی فیروزی مبارکی الان درش بیار بدش. ما یه همه عینک از چشم ما در آوردی، یه همه کلاه از سر ما کشیدی بیرون، یه بارم عینک بده به ما. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت اصلا برو خودش نمیره، ز بیگانه تمنا میکرد. این برو خودش آورد، این همه عینک از چشم مادر آورد. برنامه یک صد و نیم برنامه از سری برنامه هزاران های هزاران برنامه گذاشته. کجایی؟ کجایی؟ بله، یک صد هزار و نیم برنامه. سواد من به قول علی مرشدی رفت بالا، دم عینک میزنه سوادش میره بالا. دوستان عزیز، عید رو به تک تکتون تبریک میگم. کارم به عینک ندارم، میخوام واقعا از ته دل علی جان یه دقیقه دو دقیقه جدی باشی. بیا یه دو دقیقه بریم تو فاز اون انرژی هایی که همیشه میدادیم به بیننده هامون. اوکی؟ تو فاز هله. خنده هله. هله گفتم هله. تو بریم. هله گفتم سلو موشن. آقا میخوام از ته دل براتون دعا کنیم. امسال سال 1403 شده اینجا. آه چقدر پیر شدیم، اشکال نداره، خودش شکره که ما هنوز زنده هستیم، فسیل هایی هستیم از تلویزیون فوری در خدمتتون. دوستان عزیز، از ته دل براتون آرزو میکنیم امسال پر از ثروت. حالت خوب شد؟ گفتم اول ثروت. بله. سلامتی روح و جسم. بله. اول باید سلامتی رو میگفتیم بعد ثروت. حالا اشکال نداره، پارتی بزنیم. هر چی چیز خوبه. موفقیت های پی در پی، یعنی دست به خاک میزنن چی بشه؟ طلا بشه. بله. نرقه بشه. هر آن چیزی که آرزو دارید و مثبت هست. خیلی اصلا میگن آقا برونز هم میگن ارزش داره، ولی ارزش یه وقت آدم طلا نمیگیره، نقره میگیره، برونز میگیره. یه من همیشه این موقعا تو بچگی فکر میکردم این که الان مدال برونز گرفته، اگه یه روزی مثلا به بی پولی بخوره میتونه این مدالش رو ببره تو بازار بفروشه. بازار برونز فروش اصلا مگه اون که طلا گرفته میفروشه؟ مگه اون که طلا گرفته حالا طلا واقعی بهش میدن؟ حالا دیگه نمیفروشه، دیگه میخواد برونز روش مینویسن طلا. خیلی دلم میخواد با یکی از این قهرمانا صحبت بکنم، بگم که من خودم سه چهار تا مدال طلا دارم، چرا میخوای دنبال قهرمان خودم کنی؟ مدال طلا این خطی که میبینی اینجا افتاده بی دلیل نیافتاده. باری کله باری کله بزن دستش میگیره. فکر میکنی چرا؟ ولی امروز میخواستم فکر کنم چرا از چی رو عوض جواب سازم؟ روزی دو سه ساعت ورزش میکنم. باری کلا به افتخار تمام ورزشکارا و دلاوران و ناماوران میریم که تو برنامه امروز تبریکات نوروزی هنرمندا رو داشته باشیم. نوروزی ترین برنامه رو امروز خواهیم داشت با تبریک هنرمنده خوب و سرشناس کشورمون. تا آخر برنامه با ما باشید که این برنامه هر قسمت یکی از عزیزای دل و یکی از هنرمنده خوب بخواهیم. شاید هم دو سه نفر نشون بدیم. آقا دو سه نفر نشون بدیم به خاطری که برجان گفت سه نفر. آخه اینقدر زیاد هستن، خدا رو شکر برای وجودشون و خدا رو شکر میکنیم که میخوایم یه جور کنیم تا 13 بره دیگه. آها اونجوریه، پس یه دونه یه دونه نشون. نه حالا میریم دیگه، حالا به خاطر مرجان گفته باور کن اگه تا 13 بدارم میخوایم نشون بدیم، هر پارتی هم که تموم میشه سه نفر هم نشون بدیم بازم کم بیاد. حالا میبینم ببین. بریم ببینیم. بریم. درود بر بینندگان خوب شبکه فوریو، عرض تبریک نوروز دارم خدمت تک تک شما عزیزان. با آرزوی بهترین ها برای شما 1403 امیدوارم که به تمام خواسته های دلتون برسید، به ایرانی آزاد و ایرانی آباد برسید. دوستتون دارم و ممنونم از تمامی بچه هایی که در شبکه فوریو زحمت میکشن، مخصوصا
علی مرشدی عزیز، نوروزتان خوجسته. سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. دوباره باز فصل بهار رسید و سال جدید. خواستم از این طریق سال 1403 رو خدمت بینندگان تلویزیون پرطرفدار فوریو تبریک عرض کنم. امیدوارم که امسال سالی باشه پر از سلامتی و برکت و خوشی واسه تک تک شما عزیزان. خیلی دوستتون دارم. عید همگیتون مبارک. نوروز در معنی تحت لفظی یعنی روز نو، ولی برای ما ایرانی ها و فارسی زبان ها معنای دیگه هم داره، یعنی هویت، شرف و آبرو. در طول تاریخ اقوام مختلف با هجوم خودشون سعی کردن که سنت های ما رو از ما بگیرن، ولی ایرانی ها در هر هجوم ناگوار تاریخی با چنگ و دندون سنت های خودمون رو حفظ کردیم و نوروز که گل سرسبد جشن‌های ما هست. سال 2583 شاهنشاهی رو به همه فارسی زبان‌ها و ایرانی‌های عزیز تبریک میگم و آرزو میکنم که سالی پر از موفقیت، شادی و خوشی در پیش داشته باشیم و آرزوی صلح برای کره زمین و مخصوصا منطقه خاورمیانه دارم. یاد تمام جانباختگانی که در این نوروز با ما همراه نیستن گرامی، نوروزتون پیر. دلم میخواد که روزی صد هزار بار بهتون بگم دوستتون دارم عزیزم. دوستتون داریم به خدا، بینندهای گلمون، عزیزان دل. بارها و بارها توی رستوران شده من داشتم میخوندم، اومدین، لطف داشتین، محبت داشتین، اول از همه سراغ مرشدی رو گرفتین. دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم، متشکرم از شما که میان سراغ من. میگه مرجان افشار چطوری، مرشدی کجاست؟ میگم یک حال من رو ببرس، بعد سراغ مرشدی رو میگه چقدر طرفدار داری مرشدی. منم هر کی منو میبینه باورت نمیشه، داشتم با مادرم توی فرودگاه میومدم، شاید اون بیننده عزیزمون الان داره نگاه میکنه برنامه رو. خیلی جالب بودش که وقتی داشتم با تلفن حرف میزدم، بعد یه دفعه یه خانواده سه نفره سلام علیک کردن و بعد بچه محل در اومدی و همینجا تو آلانیا اومدن و بعد زندگی میکنن و بعد تو آلانیا با هم اومدیم، یعنی از استانبول. بعد خیلی جالبه توی مسیر که داشتیم میومدیم، این صندلی من و مادرم وسطمون خالی افتاده بود، یعنی ما این سه ردیفه بودیم، این خانواده سه نفری هم این ور نشسته بودن، من و این آقای کنارم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، هر چند دقیقه بار ایشون صحبت میکرد و منم گوش میکردم و البته با هم دیگه حالا یه جاهایی هم صحبت میشدیم. میگفتش که چند هفته پیش تو برنامه تو یه خاطره تعریف کردی، یه ماشین خریده بودی زیر صندلی یه دونه چاقو مونده بوده. گفتم دمشون گرم، بهشون میگن بینندهای پرپاق قرص. گواره اینا خندیدیم با دوستاتون داشتید میرفتید ماشین رو گرفته بودش ایس بازرسی. گفتم بابا دمتون گرم شما. گفت بابا من در این حد برنامه شما رو دنبال میکنم که وقتی داشتیم از ایران میومدیم به خانمم گفتم که ما این همه سال تو آلانیا زندگی میکردیم، هیچ وقت نه مرشدی رو دیدیم، نه خانم مرجان رو دیدیم، نه بچه های فوریو رو دیدیم، میشه این دفعه داریم میریم ببینیمشون؟ شب قبلش داشته با خانمش این حرف رو میزده، عد برداشت توی فرودگاه استانبول. عجب فرکانسی داری، تو رو خدا متمرکز رو چیزایی که متمرکز رو چیزایی که میخوای و رو اون چیزهایی که ممکنه که برای ایران کلی خوشایند باشه. و یعنی آدمایی که این مدلی هستن به نظر من خیلی ارتعاش بالایی دارن و وقتی که متمرکز میشن روی یه چیز خاصی اتفاق میفته، موظف هستن که برای هموطناشون و کشورشون بیشتر در دعا باشن. کنن. آره داره. چه خبر راستی مرجان در این سال جدید؟ عیدی گرفتی؟ عیدی دادی؟ استارتش رو علی مرشدی بزنه خیلی خوشحال میشه. همیشه خدا باید علی مرشدی رو یه دلیری به اون بده خوشحال به خدا قسم دلیر بده. اگر تو یه لیر تو این پیدا کردی هر چی هست مر میدارم ما داداش،
همینه ور میدارم. دلیل گفتم دلیل داد خدایی بکنم بس نمیدم. میخواستم اینو بدم به نه من اینو میخوام، من این دلیلیه رو میخوام. این دلیلیه بود. دلیل بحث... میشه چقدر؟ ده تا میشه دو... نسکه دو... دو هزار تومن دو هزار تومن فکرم دو هزار هزار و نه ست تومن یه همچیزی میخوام اینو بگم. نه بابا 10 تا 2900 تومن 2000 خورده ایه؟ یعنی میشه 28000 تومن. خیلی زحمت. با 28000 تومن ایران چی میخرم؟ هیچی بستنی یخی نوشمک میدن. بحث این نیست، بحث اون انرژی هست. دستتون درد نکنه، خداوند بهتون برکت بده. لامصب دلیری از سر کلم اون پایین بالا میریزه. دستت خوب باشه، امشب بریم تو رستوران همینجور تیپ بارونمون کنن با امید خدا. بعد امسال عید برای بنده شخصا بخوام از سمت خودم حرف بزنم خیلی متفاوت بود. از سمتی خب دخترم اومد، شوهرم رفت مسافرت، بعد از یه مدت طولانی اومد و مهمانهای عزیزم اومدن و اینکه کلن حال و هوایی که من امسال عید داشتم سالها بود منتظرش بودم، چون اون میگم که اول برمان گفتم اون بوی عید رو من نمیفهمیدم چند سال. امسال فهمیدی؟ امسال اون بوی به مشام احتمالا بینیم کیپ بوده این چند سال. بینید کیپ بوده ولی چند روز پیشم بینید کیپ بوده فرق ولی باز با این حال بوی بهار رو متوجه شد. فرق میکنه، به خدا امسال فرق میکنه. حالا هواش باحال تر از آره سال. امسال یه ذره فرق میکنه. فقط من داشتم فکر میکردم به چه خاطره یادم اومد که پارسال 13 بدر یادته با پیروزینا رفته بودی رستوران. یعنی احساس کردم از اون سال تا این سال عین برق و بلا گذشته. یعنی داشتم فکر میکردم که انگار مثلا چون اون شب دقیقا تو ذهنم بود 13 بدر پارسال با پیروز جان و اینا متین و همه با هم دیگه رفته بودیم یه جای رستوران که خودت برنامه داشتی، تو ذهنم نقش بسته بود. مثلا فکر میکردم این 3 ماه پیش بوده 2 ماه پیش بوده نگو یه سال پیش بوده. اونو دیگه 2-3 ماه نه، من فکر میکردم مثلا 6-7 ماه پیش بوده. من شاید فکر میکردم 3-4 ماه پیش بوده، ولی نگو یک سال از عمرمون مثل جت گذشت. اصلا نفهمیدیم چه جوری گذشت واقعا. یعنی خیلی دوستان دیگه هم اینجوری بگذره، هر سال بدتر هم میشه، تندتر هم میشه. حالا من میخوام بدونم که علی جان توی این برنامه ایدی که ما داریم ضبط میکنیم و پخش میکنیم و ضمن اینکه حالا تبریک گفتیم به مردم عزیزمون سال نو رو و آرزوی بهترین ها برشون کردیم، دعا کردیم، حس خوب دادیم، من میخوام بدونم شما خود شخصا اگه بخوای برای مردم ایران فقط یه دونه آرزو داشته باشی، یه دونه، میدونم آرزو زیاد داری، اون یه دونه آرزو اولویتت چیه؟ من آرزو که برای مردم ایران دارم، امیدوارم که همشون بتونن در سال جدید الان باز بگم میگه باز میخواد راجع به پول صحبت کنه، باز میخواد راجع به مادیات حرف بزنه. بگو منم میگم دیگه، حالا یه دونه شما بگید منم میگم مکمل هم میشن. جیفاشون پر پول باشه. جیباشون نه قبول نمی کنم ازتون، کائناتم اینو نشنیدن، باطل الا میکنم، چون جیب خیلی کوچیکه. جیب فرارزو کن. کیفاشون هم نه، کیف هم خیلی مهدارش. کیف پول بیتکوینیشون مثلا. حالا خیلی اهل بیتکوین نیستن. آقا یه دونه دوشک پر سکه داشته باشن. سکه های بهار آزادی. سکه پهلوی و نیم پهلوی و دوشک بزرگ. یه دوشک دو نفره مثلا. فکر به حساب بانکیشون اصلا نداری. دوشکر اصلا نتونن تاش کنن. هر دفعه یه مشت ازش سکه در بیارن. چرا دوشک میگه 100 سال پیش الان همه سکه هاشونو میذارن تو بانک؟ همه تخت دارن دیگه، هیچ کس دوشک نمیندازه. دوشک رو میذارن رو تخت دیگه، ولی همه سکه هاشونو میذارن تو بانک. به خدا این دور زمونه سکه رو میذارن. بله طلا سکه، چرا که نه. آقا فکر کنم مثلا آدم ورداره مثلا آره دیگه، وقتی سلطان سکه اونقدر سکه داشته با دو تا مشما سکه بری بانک، آقا من سکه هم آوردم. آره تو ایران هم جرات میکنی دو تا مشما بگیری دستت پر سکه بری بانک بگی من سکه آوردم. همونجا در خونه میای بیرون میگیرن از دستت، خودت دوباره میفرستن تو خونه. علی مرشدی عزیز امروز در این لحظه یه دونه آرزوی زمینی برای شما داشت، بسیار هم دلانگیز بود، چون میدونم همه ما واقعا احتیاج داریم از لحاظ مالی. اگر پول نباشه، به قول استاد آراهان حرف قشنگی میزنه همیشه، میگه که اون کسی که دنبال عرفان و دنبال خودشناسی و دنبال متافیزیک و کوانتوم و اینجور چیزا هست، اگر فکر کنه که در اوج
فقر میتونه به بی‌نیازی برسه اون ابلهه. طرف تو لامبورگینیش نشسته، این ذهنش هست که داره دنبال خودش میگرده که کجا هستم و دنبال خدای خودش میگرده و هیچ ربطی نداره که شما فکر کنی که در اوج فقر میتونی به بی‌نیازی برسی. این بزرگترین اشتباهیه که متاسفانه خیلی از این اساتید دارن به ما آموزش میدن و میگن که اگر میخوای بی پول، اگر میخوای مثلا حالا به خدا برسی باید بی پولی رو تجربه کنی، باید فقر رو تجربه کنی. اون مفهوم خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که ما سطحی داریم بهش نگاه میکنیم. حالا این چیزی که علی مرشدی گفت همینه، آمین که در هر شرایطی که هستید حساب بانکیاتون پر از دلار و پر از بیتکوین و پر از ناقابل بود دیگه به خدا، اون سکه و طلا و همه اون چیزی که داره که به شادی استفاده کنید. آمین. این از چیز زمینی که علی جان خواست. ایشالله عروسی دختراتون، ایشالله عروسی پسراتون، ایشالله عروسی خودتون، ایشالله عروسی همسایهاتون، ایشالله عروسی ما بیایم اونجا تو عروسی قر ریز بدیم، درشت بدیم. مثلا شما اهل قری؟ چقدر من اهل قرم، تنها کاری که بلد نیستم قره. تنها جایی که یه ذره میرقصه همین تلویزیونه و من بودم. بالاترین رقصی که کردم همینه. خیلی مشکل. همینم دالا ایستاده یا جلو جمع یا توی مهمونی یا توی هیچ رستورانی انجام ندادم. ولی تو حالا چه آرزویی میکنی برای بیننده‌های جان؟ من سینشون وصل بشه به آسمونان، رها کنن، دعا کنن. آرزویی که دارم، آرزوی آگاهی. باری کلا به افتخار برجان، برای هممون آگاهی طلب کرد. آگاهی میطلبم. آگاهی شاپور نه، از جنس آگاهی کلانتری نیرو انتظامی نه، که برید اونجا وسط آرزوام نه چپاق آدم رو چاق بکنم. آگاهی واقعی، آگاهی از جنس نور، آگاهی از جنس زعفرون، اون چیزی که اصلا تصورش رو نمی کنیم و ما برای ذهنتون هست، طلای ناب، روز به روز براتون درها باز بشه. اون دکمه هایی که توی وجود ما پر هست و همش خاموش و آف هست، دونه دونه آن بشه، سبز بشه و هر روزه یک مشاهده بسیار بسیار زیبا از مکاشفات داشته باشید و هر روزتون در حلقه های عالی باشه، که اگر اینجا استارت درست رو بزنید به تمام اون چیزهای زمینی که میخواید میرسید. یه مثال بزنم؟ میرسیم. یه مثال بزنم؟ یه مثال بزنم. میگه که یه پادشاه بوده، دو تا بچه داشته. دو تا پسر داشته، فکر کن شما پادشاهی. مادر میگفته که بابا، علی مرشدی بابا، میشه برای من یه لامبورگینی بخری؟ بابا میگه بله، حتما. زمان پادشاه هم لامبورگینی بوده؟ مثلا پادشاه هولند بوده. میشه مثلا این قصر رو برای من بخری؟ باشه بابا، چشم، این قصر مال تو امضا میکنه. بابا میشه مثلا فلان شهر رو به نام من کنی؟ باشه بابا، این شهر به نام تو میزنه. یه پسر دیگه بوده، دم و دقیقه میمده میگفته که بابا دوستت دارم، بابا عاشقتم، بابا دستاتو بده ببوسم، بابا رو بو میکرده، عاشقانه با بابا رابطه برقرار میکرده و هیچ خواسته زمینی نداشته و اون نه اتفاقا چون از ته دلش بوده. اون پادشاهی که حالا داریم مثال میزنیم یه پادشاه بسیار بسیار متفکر بوده که تشخیص میداده که این داره از ته دلش پر مطلقه میره و این واقعا عاشق باباست. بابا پادشاه میزنه و میمیره، چه اتفاقی میفته؟ در نهایت همه رو میده به همونی که عاشقش بوده. آره، هر آن چیزی که داشته. اون پسره یه دونه قصر رو، یه دونه شهر رو، یه دونه لامبورگینی و یه چهار تا چیزی که خواسته بوده نصیبش شده، ولی اون یکی تمام دارایی های آن سرزمین نصیبش میشده، چون از دریچه عشق و از پله عشق ورود کرده بوده. خوشا به حال آنانی که از پله عشق این فرکانس و ارتعاش رو ببرن بالا و ناخودآگاه توی فرکانسی بیفتن که همش راحتی و تسهیلات رحمانی باشه، از آسمان گرفته تا زمین گرفته، فیزیک گرفته تا متافیزیک گرفته. الان همین بنده خدا پسره که داشت تعریف میکردش دیگه مایتیلش تموم شده، لامبورگینیه رو برده خط آذری، آزادی مسافرکشی میکنه، آزادی دو نفر حرکت، آزادی دو نفر آره حرکت. الان اتفاقا این که بچه ها نشسته جلو هم نشسته، دو نفر حساب کرده. بریم یکی دیگه از تبریک های نوروزی هنرمندان جان رو بشنویم و برگردیم بیاین به استدیوی
شماره یک خواستم بگم نه یک یک بره. خود مرجم گفت یک درود به شما هموطنان گرامی، سعید محمدی هستم. از این فرصت استفاده میکنم فرارسیدن نوروز باستانی رو به بینندگان خوب تلویزیون فوریو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم سالی پر از شادی، پر از سلامتی و پر از موفقیت و ثروت براتون به همراه داشته باشه. سال عزیز 1403 نوروزتون پیروز. چه تو شرجی، چه تو گرما، چه تو کشتی، چه تو دریا. علیکم، سلام علیکم، عید همگی مبارک. من قیصر هستم، عید سعید باستانی رو به تک تک شما عزیزان دل تبریک میگم. امیدوارم که امسال یک سال پرپول برای تک تک ایرانیان عزیز باشه، هم داخل کشور هم خارج کشور. عید همگیتون مبارک. I love you. دوستتون دارم. سلام خدمت هموطنان خوبم و بینندگان شبکه فوریو، سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم بهترین اتفاقا براتون بیفته و خلاصه همون سال خوبی باشه که منتظرش هست. دنیای بارونه اینو خوب میدونه، من دیوونه تو رو دوست. برگشتیم به استودیو و در کنار بانو مرجان هستیم. مرجان تو بچی که بودی یادته؟ از چند سالگیش خاطراتش تو ذهنت یادته؟ 5 سالگی. مثلا پایین تر از اون دیگه چیزی یادت نمیاد؟ خیلی کوچولو. مثلا 4 سالگی یادت نمیاد؟ واقعا خیلی کم. من واقعا اوائل به این میگفتن که تو چقدر باهوشی، مثلا یادت هست مثلا 4 سالگی 5 سالگی. بعد یه ذره که گذشتهش دیگه مثلا هی سن که بالاتر رفتهش 5 سالگی اومد مثلا رو 7 سالگی، بعد مثلا 7 سالگی اومد رو 9 سالگی، الان دیگه به شدت مثلا میشینم فکر میکنم دلیل علمی داره. من مطلب در موردش خوندم. 5-6 سالگی هامو دیگه مثلا خوب یادم نیست. اصلا مطلبشو میگم براتون. بگم دوست داریم بدونی؟ آره. در موردش خوندم و خیلی جالب بود، شاید برای شما هم جالب باشه. نوشته بود که وقتی که ما جوانتر هستیم، نوجوان هستیم و یه خاطره رو خانواده ما چندین بار و بارها و بارها از بچگی برای ما تعریف میکنن، ما یک جوری با اون همزاد پنداری میکنیم که وقتی بزرگتر میشیم یادمون نیست که مثلا اگه 7-8 سالمون بوده خاطره 5 سالگی یا 4 سالگیمون رو برامون تعریف کردن، تو سن 7-8 سالگی همزاد پنداری کردیم و بعد یادمون رفته که من با این خاطره همزاد پنداری کردم و تو ذهن من این اومده که من اون لحظه بودم، وجود داشتم و کاملا اون حال و هوایی که خانواده برای ما به عنوان تعریف ساختن رو درک کردیم و خودمون رو تو اون شرایط قرار دادیم. بعد یه ذره بزرگتر که میشیم یه ذره واقعیت‌ها رو بیشتر میاد. آقا مگه میشه من 3 سالگی میاد؟ مگه میشه 2 سالگی میادم باشه؟ یعنی دیدگاه ما خیلی متفاوت میشه. الان که شما بزرگتر شدی، اگر که اون خاطرات مثلا حالا 3-4-5 سالگیتون رو یادتون نیست، بدونید که فقط همزاد پنداری بوده. من اینو خوندم. ولی من همیشه یه چیزیو تو ذهنم، اگر مثلا از 5 سال 6 سالگیم 7 سالگیم 8 سالگیم برمیگردم به عقب نگاه میکنم، همیشه ایدی که از افراد میگرفتم و یادمه. مثلا آدمایی که بهم ایدی میدادن، یعنی مثلا قشنگ یادم مادر بزرگا هر سال ایدی، یعنی هیچ سالی نبودش که مثلا عید بشه ما